یکی دیگه از موارد دیگه که باید بهتون بگم در مورد زیر چشم اینه که شستشوش بسیار مهمه، اپیدرم بسیار نازکی داره و اینم در نظر داشته باشید. میزان استفاده کرم ها یا سرم ها برای زیر چشم نسبت به بقیه صورت خیلی پایین تره و یادتون باشه سرم ها خیلی 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 بهتر جذب میشن تا کرم ها. یه مورد دیگه، خواهشن یک سری کارهای غلط میکنن، برمیدارن این قرص ها یا کپسول های ویتامین رو سوراخ میکنن یا مثلا اومگا رو سوراخ میکنن و زیر چشم میترکنن. اینها باعث به وجود آمدن میلیا چربی ها میشه. این رو در نظر بگیرید، کیست میلیا یا همون کیست های کراتین هایی که میخواد دفع بشه و نمیتونه به دلیل نازک بودن اپیدرم اون ناحیه، خیلی 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 حساس هست و باید خیلی مراقبش باشیم که بهش آسیب های جدی وارد نکنیم. پاینده باشید، برنامه های بعدی خدا نگهدارتون باشه.